قوی و دلیر باش، زیرا که تو، همه ما میخوایم در واقع یه اتفاقی تو زندگیت بیفته، میخوای زندگیت برکت پیدا کنه، آمین، میخوای خانوادت مبارک بشه، آمین، میخوای شوهرت در واقع سربراه بشه، آمین، میخوای زنت دیگه قرقر نکنه، آمین، میخوای بچه‌هات آینده داشته باشه، آمین، میخوای ازدواج بکنی، آمین، میخوای کار خوبی داشته باشی، آمین. هر چیزی که آرزو میکنی خیلی عالیه، خیلی عالیه. اما سوال اینه، خدا داره به یوشع داره میگه که قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردهم که به دیشان بدهم خواهی ساخت. تو این قوم را خواهی برد، تو اون برکت را سبب خواهی شد، تو دلیل اون نیکویی خواهی بود، تو دلیل اون آزادی خواهی بود، تو دلیل این نجات خواهی بود، تو دلیل این شفا خواهی بود، تو دلیل این رحمت خواهی بود، تو دلیل این ساختن خواهی بود، تو خواهی بود. خدا به یوشع میگه تو خواهی بود، تو انجامش بده، مطابق اون چیزی که بهت میگم کلام من رو رعایت بکن، انجامش بده، من بهت قول میدم که تو رو برکت میدم. بابا یارو نمیفهمه، تو کلام من رو انجام بده، من برکتت میدم. بابا یارو پررو میشه، بابا تو کلام من انجام بده، من برکتت میدم. بابا یارو اصلا نمیفهمه چی به چیه، تو کلام من رو بفهم و انجام بده، تو حکمت کلام من رو بفهم و انجام بده، من تو رو برکت میدم. دوم میگه اعلامش کن، دائم بگو، راجبش حرف بزن. خدا گفته من انجامش دادم و خواهد شد، خدا گفته اطاعت کردم خواهد آمد، او گفته من انجام میدم و منتظر میمونم، خدا گفته و من درش ایستادم و دارم انجامش میدم و خواهد شد. چرا باید راجبش صحبت کنم؟ آن چرا که خدا گفته و من انجام دادم راجبش حرف میزنم. فکر کن، بگو، انجام بده.